زیبا. دوستان عزیز، اولا از مهیار عزیز متشکریم که برامون یه میکروفون دیگه هم آوردن و الان دیگه ما هر کدوممون میکروفون خودمون رو داریم، مجبور نیستیم که با یه میکروفون صحبت کنیم. دیانا کرال رو دیدیم که خودش هم توضیح داد در رابطه با افرادی که در گروهش هستن و این در خصوص برنامه‌های قبل بود که قرار بودش که چند نمونه از موسیقی جاز هم براتون بیاریم. خب حالا برگردیم به استاد احمد عبادی. ایشون گفته بودن، خواسته بودن از شما که ساز ایرانی بزنی یا به موسیقی ایرانی آشنا بشین. آیا شما گفته ایشون رو؟ من نمیتونم بگم که ساز ایرانی میزنم، ولی خب برای واقعا امتحان کردم و برای خودم به قول معروف کمی تنبور میزنم، ستار میزنم، یعنی دارم میاموزم واقعا. بعد خب اینا کمک میکنم به موسیقی برم. شما ارغنون هم میزنیم؟ بله، ساز ارغنون. خب اونم آره دیگه، ساز ارغنون در حقیقت همون هارمونیوم هست که در هندو، پاکستان و افغانستان معروفه، که سازیست از ایران رفته. بعد خب یکمی هم پیانو میزنم، مشغول هم دستان. خب در ارتباط با آهنگسازان و یا خوانندگانی که خودشون آهنگاشون رو میساختن یا آهنگسازایی که فقط کارشون آهنگسازی بود مثل واروژان و اینا؟ بله بله، اساتیدی مثل واروژان خب به این موسیقی بسیار کمک کردن و جلوه دادن با من، با آهنگای بسیار زیبا و با ارکستریشن بسیار وسیع. و حالا بگذاریم که ضبطای اون موقع هم اینقدر پیشرفته نبود مثل الان. یادم میاد که آهنگی رو آقای واروژان ضبط میکردن در استودیوی بتهوون، برای خانم گوگوش بود فکر کنم، که ما کورش رو میخوندیم، کور اپرا رو مثلا چند نفر میرفتیم کورهای موسیقی رو میخوندیم در استودیو. یادم میاد که اگه اشتباه نکنم توی اون استودیو روی صفحه 32 اصلا ضبط میکردن برنامه رو و خیلی جالب بود. بعد مثلا از آهنگسازان که خیلی واقعا تو این کار فعال کمک کردن و آهنگای متنوع ساختن، خب آقای محمد اوشال هستن، یادشون بخیر. بعد مرحوم تازه گذشته است نای بابک بیات، یادش بخیر باشه. و در کنار این دوستان خب ترانه سرایی بودن که به این کار خیلی جلوه میدادن، مثل آقای تورج نگهبان، آقای ایرج جنتی عطایی، آقای قنبری عرض کنم، یا باز آهنگسازی مثل آقای پرویز عطابکی، پرویز مقصدی، اینا واقعا آهنگسازان و دوستان و موسیقی بودن که اون دوره در حقیقت یه مجموعه‌ای بودن که اون موسیقی پاپ رو تولید و منتشر میکردن و خیلی کارهای زیبایی هم اون موقع انجام شد. مثلا یکی از کارهای تلفیقی خیلی زیبایی که اون موقع انجام شد کاری بود که آقای واروژان نوشتن برای خانم گوگوش، تنظیمی بود که روی آهنگ آقای پرویز عطابکی نوشتن که با یک ارکستریشن به قول معروف سازهای زهی، بعد با 10 تا یا 8 تا یا 10 تا اگه اشتباه نکنم تار بود و بسیار زیبا بود این آهنگ، که شعرش هم اگر باز اشتباه نکنم فکر کنم مال ایرج جنتی عطایی بود که یادشون هم بخیر. و مثلا ترانه سرایی مثل خانم زویا زکاریان که اینجا هم تشریف دارن و فعال هم بودن، ترانه های زیبایی که اون موقع واقعا ایشون سرود برای خیلی ها، برای خانم گوگوش، یا خیلی های دیگه دوستانی که بودن، برای مارتیک یکی از مثلا موسیقین هایی بود که خودش ذوق آهنگسازی داشت، آهنگسازی میکرد، نوازنده بسیار خوبی بود در کار گیتار. می شود گفتش که اون موقع واقعا آره تولید بود، یعنی یه تولید یه جوری سالم و متنوع از موسیقی بود که مردم رو واقعا چیز میکرد، مشغول میکرد و سرگرم میکرد و وابستهشون میکرد. دیگه کیاره میتونم اسم بیارم از اون دوران؟
خب مثلا موزیسین‌های بسیار خوبی داشتیم که در کار پاپ میوزیک بودن ولی پاپ رو مثلا در کلاب ها اجرا میکردن و پاپ فرنگی میخوندن، که مثلا مارتیک یکی از همون دوستانی که از اون موسیقی به این موسیقی اومده، مثل آقای فرهاد که عرض کردن، مثل آقای شهبال که الان شما مثلا میبینید ایشون موسیقی پاپ اجرا میکنن اینجور، مثل خود آقای شهرام شهرپره، اینا که سعی بودن که از اون موسیقی پاپ فرنگی که در کلاب ها اجرا میکردن واقعا به این طرف اومدن. دیگه از اون دوستان که یکمی هم خب ما با سن و سال اون بود که فراموشی